آقای مهمانیان، یک تلفن از مشهد بریم، اجازه داریم بگیریم. علیرضا از مشهد، درود بر شما، بفرمایید. عدد سلام. سلام. سوال مبارک آقای فلاحتی. ما یه صحبتی که داشتم راجع به این بحثی که شما الان داشتی صحبت میکردن، مسئله اینجاستی که بحث اصل فناوریه، یکی بحث قابلیت های اون فناوری و یکی هم بحث آزادی. این سه تا بحث اینجا با هم گره خورده و در کنار هم دیده میشه. یعنی ما بحث آزادی با بحث فناوری با قابلیت های فناوری، این سه تا بحث رو نمیتونیم از هم جدا بکنیم. الان اگر ما این سه تا کار رو بخوایم از هم جدا بکنیم، یعنی قابلیت های فناوری نادیده بگیریم و به اصل فناوری توجه نکنیم و از اون طرف شاخص ها و مؤلفه های آزادی هم اینجا توجه نکنیم، یعنی در هر کشوری باشه به مشکل میخوره. اما ما اینجا اومدیم این قابلیت های فناوری و بحث فناوری و این مؤلفه های آزادی رو از هم تفکیک کردیم، اینا رو هر کدوم داریم جدا جدا نگاه میکنیم، در حالی که این خب شما با هم دیگه نگاه کنید بفرمایید صحبتتون رو، چون فرصت کم دارید. نه اصلا نگاه کنید، وقت اونجا این بحث پیش میاد که هر کشوری بر طبق قوانینی که خودش در اون کشور داره، این ستا رو باید در اون دل قوانین خودش اینا رو بومی سازی بکنه. لذا این قابلیت های فناوری و خود فناوری و مؤلفه های آزادی اینجا باید بومی سازی بشه در دل اون نهادهای قانونی که اون کشور دارن. سپاسگزارم ازت، شبتون بخیر. آی مماریان، بحث روشنه دیگه. بله، که چون فرصت کم داری من دیگه تکرار نمیکنم. بله، پرسش و طرح نظر علیرضا رو از مشهد بفرمایید. بله، بله. اگه قرار باشه که مثلا ما بگیم که دولت چین بیاد بگه که بس ارزشی که نه ارزش بس قوانینی خودشون گذاشتن اینترنت رو تعریف کنه، بنابراین بعد بپذیریم که خب سانسور قانونی هستش و حق دارن که جلوی مردم رو بگیرن که به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشن. ولی مثلا ما یه سری ارزش جهانی داریم، این که آدم از دسترسی به اطلاعات داشته باشه حق همه افراد بشر هست، این یک حق هستش. این که من بتونم به قول معروف بتونم از حکومت انتقاد بکنم، اینکه بتونم که مثلا برای آموزش و چیزهای دیگه امکان داشته باشم که بتونم سفر بکنم، اینا حق جهانی است. هیچ حکومتی نمیتونه قانونی بذاره که اینا رو نقض بکنه. خود ایران هم عضو کنوانسیون مختلفی هستش که این حقوق رو به رسمیت میشناسه، هرچند که طی سال بعد از انقلاب بعد قبل از انقلاب اینا احترامش نمیذاشتن. بنابراین نمیتونیم واقعا بگیم که یک چیز خیلی بومی هست، بیاریم میگه واقعا هر چون تو داخل کشور گفته میشه اون پدیده های جدید بر اساس اون بسنجیم. این خیلی نگاه امروزی نیستش، اینا یه سری ارزش جهانی هست. مردم همه باید در اطلاع دسترسی داشته باشن، همه باید حق انتخاب داشته باشن، همه باید بتونن که روش زندگی خودشون انتخاب بکنن. و اگر به اینترنت به عنوان یک روش زندگی نگاه بکنیم، اون موقع میبینیم که این حقی هستش که از مردم ایران دریغ شده. حالا قانون هر چی میخواد باشه. سپاسگزارم. امید معماریان، روزنامه‌نگار و بلاگر، ممنونم که تشریف آوردید برای برنامه امشب دور زبان. روز شما خوش. خیلی ممنون.